شما از بین دوچرخه، قایق و تخت خواب کدام را انتخاب می کنید؟ یک معمار اهل لتونی هر سه وسیله را با هم ترکیب کرده است. آیگارس لاوزیس یک خانه شناور پدالی اختراع کرده است که هم روی خشکی و هم در آب حرکت می کند. در سال 2013 آیگارس از لندن تا توکیو با دوچرخه سفر کرد و سپس به لتونی بازگشت. او در این سفر که 4 سال طول کشید بیش از 30,000 کیلومتر را پدال زد. بعد از بازگشتش آیگارس تصمیم گرفت در دوچرخش تغییراتی بدهد تا سفرهای راحت تری را تجربه کند. اینو بعد از سفرم ساختم. به این فکر کردم که یه وسیله میخوام که روندنش راحت باشه. چون 30,000 کیلومتر پدال زدن خیلی سخت بود. گفتم یه دوچرخه برقی میسازم که بشه باهاش خیلی چیزا رو حمل کرد. از طرفی هم میخواستم یه خونه بسازم چون دیگه از چادر زدن خسته شده بودم. همینطور رد شدن از آب که با دوچرخه غیر ممکن بود. از تصمیم گرفتم یه چیزی بسازم که همه اینا توش باشه. خانه شناور پدالی آیگارس زد ترایتون نام دارد. این وسیله با یک بار شارژ می تواند تا 40 کیلومتر روی خشکی و 10 کیلومتر دیگر روی آب حرکت کند. به گفته آیگارس با زد ترایتون هم می توان به سفر دور دنیا رفت و هم می توان از آن برای تعطیلات پایان هفته استفاده کرد. در واقع یه جور سه‌چرخه باریه که خونه هم هست. دو نفر میتونن توش بخوابن. یه آشپزخونه هم داره. به دنده، پروانه، چراغ و همه چیز مجهزه. میتونین موبایل و لپتاپ چارج کنید و راحت داخلش بخوابین. در ضمن یه قایق هم هست. شرکت استارتاپ آیگارس، زلتینی، یک نسخه آزمایشی از زد ترایتون را تولید کرده است. این وسیله مجهز به 2 باتری 250 واتی، صفحه های خورشیدی و 1 موتور برقی قایق است. این سه چرخه به جز 2 صندلی اصلی، 1 جایگاه مخصوص سگ یا کودک هم دارد. زد ترایتون با محیط زیست سازگار است، اما آیگارس قصد دارد طراحی آن را باز هم بهبود بخشد. به جز صفحه های خورشیدی، او می‌خواهد با استفاده از چاپگر 3 بعدی جنس بدنه آن را به فایبر گلاس یا همان الیاف شیشه‌ای تغییر دهد. آیگارس معتقد است که این وسیله برای دوستداران طبیعت و جهانگردان مناسب است. همچنین زد ترایتون می تواند در شرایط امروزی و شیوع بیماری کووید 19 هم مفید باشد. با این سه چرخه می توان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی فعالیت بدنی را نیز حفظ کرد.